پس از لحظه های دراز بر درخت خاکستری پنجرم برگی رویید و نسیم سبزی تار و پود خفته مرا لرزاند و هنوز من ریشه های تنم را در شنهای رؤیاها فرو نبرده بودم که به راه افتادم. به سراغ من اگر می آیید پشت هیچ استانم، پشت هیچ استان جاییست، پشت هیچ استان رکای هوا پر قاصدهاییست که خبر می آرند از گل وا شده دورترین بوته خاک. روی شنها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم آتشی در بن برگی بدود، زنگ باران به صدا می آید. آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیید نرم آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. زلال بود، مثل آسمون آبی و صاف و قشنگ و شفاف بود، مثل گل خوش بود. اصلا چی بگم؟ شاعر اینجا و اکنون دور از زمان و مکان. سهراب، 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 سهراب.
اهل کاشانم، اما شهر من کاشان نیست، شهر من گم شده است. من با تاب، من با تب، خانه‌ای در طرف دیگر شب ساختم. یادش بخیر سهراب سپهری رو، و چه خوب خودش گفت زندگی یعنی اجالتن، و این جمله همیشه جلو چشم منه. از زندگی و خاموشی اون یاد کردن دقیقا مثل این که دری رو مجددن با دست خودم بخوام زنده کنم. خب سالیانی که تو دانشکده بودیم از سال 33 شروع شد. سهراب یه چند سالی با من اختلاف سال اینا داشت، ولی تو دانشکده اصلا مطرح نبود. مهمترین چیزی که بین بچه‌ها بود این همفکری و نزدیکی روحی و یه نوع نمیدونم کششی بود که در اثر کارهایی که میکردیم به هم نزدیک میشدیم. سهراب یکی از محبوبترین بچه‌هایی بود که تو دانشکده بود. سهراب یکی از محبوب ترین استادای دانشکده بود. کار کردن باهاش خیلی راحت بود و یک و این نکته‌ای بود که واقعا برای همه ما که تازه از دبیرستان آمده بودیم بیرون یا بسیاری از دانشسرا آمده بودن، هنرکده هنرهای زیبا آمده بودن بیرون، یا هنرستان هنرهای زیبا بهتره بگم، خیلی خیلی جذاب بود و همه به طرفش کشیده میشدن. سهراب روحیه‌ای داشت که خیلی سخت میشه فکر کرد چجوری تو نقاشیاش منعکس شد. سهراب دائم در حال تراشیدن خودش بود، یک انسانی که خودشو دائم داشت میتراشید و به طور دائم تمیزتر و پاکتر و تراشیده تر می شد. نمیتونم اسمشو بذارم که سهراب مذهبی بود، نه مذهبی به اونجوری که ما میگیم نبود، ولی یک نوع چجوری به شما بگم، یک نوع چیزی برای خودش، حدی برای خودش در هر چیز قائل بود. دائما خودش رو در اختیار می گرفت برای خوردنش، آشامیدنش، را رفتنش، حرف زدنش و خوندنش و کار کردنش. برگشتن از سفر ایتالیا بود، دوستی به من گفت سهراب سپهری شام دعوت کرده. پرسیدم سهراب که؟ گفتن که نقاشی میکنه. باز شروع با متلک‌گونه گویی شروع شد. نقاشی میکنه یا نقاشه؟ چون گفتن لیسانس هنرهای زیباست. گفتم که خب هنرهای زیبا کارش لیسانس پراکنیه، نه اینکه نقاش آفرینی. گفتن شعرم میگه. گفتیم حالا یه جرم کم بود که احتمالاً جرم دومی هم به گناهانش اضافه باید بکنه. سفر مرا به زمین های استوایی برد و زیر سایه آن بانیان سبز تنومند، چه خوب یادم هست عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد: وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت. مم.
به قول خودمون لکنته داشت و خونش هم تو همین گیشا بود که خونه من هست، آتولیش اینجا بود. یادم هست که یک روزی ما با هم سوار ماشین شدیم و ایشون یکی از تابلوهاشو روی سقف ماشین بست با یه تناب که بیاره بریم آتولیش. روز طوفانی بعدی هم بود، بهش گفتم سراب اینا رو نبر، امروز اگه ببری ممکنه واقعا یه بلای سرشون بیاد. گفت نه، بذین ببرم جاتون واقع کنم، برای شما دارین تعارف میکنین و خسته میشین. و واقعا ابنکی رو راست میگفت، جامونو گرفته بود، کارا رو بار زد و توی بزرگراه چمران که اون موقع پارک وی بود اسمش، به سرعت داشتیم میامدیم، ناگهان باد زد زیر این تابلو و تابلو بلند شد و پرت شد عقب و فشته تا ماشین از روش رد شدن. وسط های جاده باد اومد و تمام کارا رو ریخ وسط این خیاب، یعنی بزرگ راه، که تمام ماشین هم سریع می رفتن. بیشترین کارا زیر چرخ ماشین ها له شد. اول نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد، بعد ماشین ها که رد شدن هی به ما اشاره می کردن که آقا افتاد یه چیزی. خب ما تازه متوجه شدیم که تابلوه افتاده، آمدیم دیدیم تابلوه اصلا لته پار شده دیگه، چارچوبش تمام خورد شده و مچاله شده. اما خب بومش زیاد صدمه ندیده بود. یادم میاد که وقتی رفتیم تابلوه رو برداشتیم، سهراب مرتب میخندید، در حالی که اگه من بودم عصبانی میشدم، ناراحت میشدم واقعا خیلی زیاد. و خنده سهراب نادر بود، خیلی کم میخندید اونجوری که اون روز من دیدم. قاه قاه زد و زیر خنده من میگفتم خب آخه ببین چیکارش میشه کرد، این که داغون شد. میگفت هی میخندید. گفتم چی شد که برگشتی؟ گفت دیگه هم جای شما رو نمیرم، جای من همه رفت تو بیابون، همه رو دوله شد و فلان. فقط این چند تا دونه مونده بود که آورده بود من نشون بده. پیش خودم سراب اینا رو بز بمونه دیگه، هم دست خالی برو خونه، برو بشین نهار تو بخور اینا، به اینا فکر نکن. گفت باش. هنوز نتونستم برای خودم حذف کنم که چه اتفاقی افتاد که سهراب این همه در اون لحظه خندش گرفت. میدونم که در پس ذهنش به خیلی چیزا داشت فکر میکرد، شاید فکر میکرد که ای بابا این که فروش نرفت حالا خوب شده از بین رفت، یا اینکه کاری نداره من میرم یه چارچوب درست میکنم. هنوز دقیقا نمیدونم به کدوم یک از اینا فکر میکنم. سهراب یک آدم عادی و متعارف معنی معمول کلام نبود، که یعنی که همه کارهایی که همه میکنن بکنه. اون خودش یه هنرمند میدونست، خودش رو فکر میکرد که باید یک جوری زندگی بکنه که به هنرش کمک بکنه. دنبال پول در آوردن به اون معنی نبود که به خاطرش هر کاری که لازم باشه بکنه، میخواست زندگی پاک و ساده و صمیمی داشته باشه. کار دولتی راه کرد برای که تمام وقت نقاش باشه. عرضم خدمتتون که با هر کسی که دلش نمیخواست معاشرت نمیکرد، فقط با اشخاص خیلی کمی معدودی، دوستایی که از قدیم داشت معاشرت میکرد. همطور که گفتم در مثلا شب اول نمایشگاه نمیمد حاضر باشه که پوز بده یا اصلا احساس کنن مردم که داره خود نمایی میکنه. آدم گوشه‌گیری بود به یه معنی. البته یه شخصیت نوع دیگه هم پشت این شخصیت گوشه‌گیرش بود که گاهی وقتا در بعضی از لحظات، در بعضی از مجالس ممکن بود خودشو نشون بده، ولی من هیچ وقت با این شخصیت خشنتر سهراب روبرو نشدم. اون چه که
ما دیدیم و میشناختیم این بود که اونقدر مؤدب، اونقدر صمیمی، اونقدر دوست داشتنی بود که آدم باور نمیکرد. یکی از کاراشو من خوشم میامد و گفتم که اونو میخوام. یه دوشنبه اومد نهی بار، دوشنبه دیگه اومد نهی بار، سه دوشنبه دیگه ماهی بود به نظرم. گفتم ماهی ها رو پختی خوردی یا کباب کردی؟ گفت نه میارم. سفیر حسن نیت دیگه، با همون آرامشه، با همون مهربونی. خلاصه این ده تا دوشنبه که گذشتون رو دیدیم و نیاورد، خودش گفت که اینو هدیه دادم به خجسته کیا، رفتم پس بگیرم خجالت کشید. و حالا تو ماشین تیمور یه بلوک گواش دارم میارم، هر کدوم پسندیدی بردار. رفت تو ماشین تیمور بود، بلوک آورد بالا، ادنگم بودن. یادمه که مرحوم غلام حسین صاحبی بود، یه چند تا از این موج نوعی ها بودن، اسماعیل شاهرودی بود، چنگیز شهباق همسر سابقم بود اینا. من بهش گفتم که یکیش مال منه؟ گفت نه، خب دوتا. گفتم فقط دوتاش مال منه؟ گفت نه، درسته، بلوک مال تو. بعد تو که بهش نگاه میکرد، اولی رو جر دادم ریختم تو سر، دومی رو تو دوز نمانی. این خم به ابروش نیمد، یعنی هیچ تغییری تو حالت صورتش یا اعتراضی یا نمیدونم کی بود، به نظرم خود بودا بود که این همه بردبار بود واقعا. بعد از کودتای 28 مرداد، جامعه روشنفکری ایران مبتنی بر یک فرهنگ پیشامدرن به دام عمدتاً به دام مبارزات مسلحانه افتاد. بر اساس نظریات نظریه پردازانی مثل رژیس دپره و ماری گلا، در ایران هم نظریه پردازانی پیدا شدند که به زعم خود نظریه مبارزه مسلحانه اینجایی رو تألیف کردند. اینها را از این بابت گفتم که نشان بدهم یک فضا یا جو کاملا ایدئولوژیک و سیاسی بر جامعه روشنفکری مسلط بود. حالا چنانهایی که فعالانه مبارزه مسلحانه یا مشروع مسلحانه رو پذیرفته بودند، چه آنهایی که دورادور دستی بر آتش داشتند و از طریق حداقل حمایت لفظی متعین می شدند. این فضای ایدئولوژیک و به تبع اون فضای سیاسی به خاطر خصلت و ماهیت آیینی اسطوره‌ایش، یک نگر، یک باور بود و علی رغم تمام تظاهراتی که به آزاد اندیشی و پذیرفتن غیر و غیر دیگران می شد، بسیار بسته بود و لاجرم پر از توحید و تحقیر و تخفیف. حال توجه کنید، سهراب که به زعم بسیاری از روشنفکران اون موقع موجودی منفعل، دور از مردم بود، در چه وضعیت و موقعیتی قرار داشت؟ یعنی شما دیگه اینو تو دبستانم دبیرستانم که برید همه تشخیص بدن این شعر سپهری. اصلا زبان به قدری روه و مشخصه که ممکنه مثلا حتی بعضی از شاعرای معروف معاصر رو نفهمن، ولی سپهری رو کاملا میتونن تشخیص بدن. به همین دلیل هم زبانیش قابل تقلید، یعنی هر جوانی به خودش اجازه میده و به خصوص الان در رادیو تلویزیون ما که پر است از شعرهایی به تقلید از کار سپهری،
البته اون ارزشو نداره، ولی زبان سپهری زبانش در حقیقت از زاده از تصویر هست، نه زاده از نفس زبان. یک نکته‌ای که خیلی در واقع برای من همیشه جالب بوده در سهراب سپهری، سلوک گستردی هست که این شاعر و نقاش و هنرمند بسیار برجسته با شعر و اصولا هنر داشته. این سلوک گسترده البته شاید در نگاه اول چیز مبهمی باشه و خیلی نشه در واقع از نظر نگاه انتقادی، نگاه تحلیلی تعریفش کرد، ولی خود من تعریفی که همیشه در ذهنم هست از یک هنرمند برجسته و والا و نسبت به سلوکش اینه که اون شاعر یا اون هنرمند چقدر در واقع با هنرش و در هنرش و با هنرش زندگی میکنه. من فکر میکنم اگر یک نمونه عالی و برجسته در دوره معاصر بخوایم پیدا کنیم که در هنرش و با هنرش و در درون هنرش زندگی میکنه، اون شخص بی تردید سهراب سپهریه. میبینید با یک کلیتی سپهری داره از انسان، از طبیعت، از عرفان، از شهود، از کشف، از پیدا کردن خود صحبت میکنه و این هیچ وقت نمیتونی اینو پیدا کنی آیا این در یه سرزمین خاصی اتفاق میفته. و این برمیگرده به نگرش مسافرگونه سپهری هست که انگار مثل این که همه چی رو داره محک میزنه و میخواد تجربه بکنه و این تجربیات رو هرچنگاه در شعر گاه در نقاشیاش دیده میشه. اما در زمینه نقاشی های سهراب و سهراب نقاش، خب به دلیل اینکه او را از نزدیک میشناختم و از دوستان ما بود و گرچه که سهراب واقعا انزوا گزیده بود و بسیار کم دیگران رو میدید و شاید خیلی هم کم در تهران میموند و بیشتر به کاشان میرفت و در انزوای خودش به خلق آثار خودش میپرداخت، اما باید بگم که سهراب از نقاشان بسیار ارزشمند و آگاه تاریخ هنر معاصر ماست. آگاه از این جهت میگم که ما در طول این 60-70 سال تاریخ نقاشی معاصرمون که در حقیقت به دلیل موقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مملکتمون و همچنین موقعیت‌های جهانی مجبور بودیم که به جهان نگاه کنیم و ببینیم که اون طرف دنیا چه خبره و چی میگذره، و که این رو البته ما اگر بخواهیم ریشه یابی بکنیم میبینیم که شاید از دوران صفویه این تلاش بوده برای
هنرمندان ما که به جهان غرب نگاه کنن و ببینن که اون سوی دنیا، اون سوی آبها چه خبره و اثراتی رو که از دنیای غرب گرفتیم ریشش به صفویه میخوره واقعا. ولی نهضت مشروطیت ایران بسیار مؤثر بود و از اونجا تقریبا این جریان پرداختن به پدیده های نو و تازه دنیای غرب از سالهای 1300 و تقریبا 15 به این طرف 20 به این طرف شروع میشه. از همون زمان نقاشان ما هم پنجره هایی رو باز کردن به دنیای غرب و نگاه کردن به اتفاقاتی که در هنر دنیای غرب میگذشت و کلمه آگاه رو که من در مورد سهراب به کار بردم از این جهت عمدن به کار بردم که ما در طول این 70 سال واقعا کمتر نقاشانی رو میشناسیم که آگاهانه به دنیای غرب نگاه کرده باشن و آگاهانه انتخاب کرده باشن راه و رسم نقاشیشون رو و با مطالعه به طرف خلق آثار هنری در زمان خودشون پرداختن. سهراب، من ناچار هستم که همواره سهراب رو در کنار شعرش ببینم، چون سهراب نقاش از سهراب شاعر جدا نیست و برعکس، سهراب شاعر از سهراب نقاش جدا نیست. برای اینکه وقتی شما به نقاشیاش نگاه میکنید و به شعرش هم نگاه میکنید ببینید که عجیب ریشه در هم دارن و از یک آبشخور آب میخورن، یعنی در حقیقت یک هنرمندی است شفاف، صادق، صمیمی، انسان بسیار حساس که ریاکشن هایی رو که از دنیای پیرامونش داره، تأثیراتی رو که از دنیای پیرامونش، از کوچکترین لحظه و از ساده ترین پدیده های دورش اثر میگیره، همچنان در شعرش و همچنان در نقاشیش هر دو رو با یک زبان بیان میکنه. سر کور با تشکیلاتش صبح میرفت برو با افتاب برمیگشت. تشکیلاتش چی بود؟ یه دفتر و دفتر که باید رنگ اینا. البته اون زمان ما این شخص به نام شاعر میشه بکن گرد این نقاش. بنده معتقدم که سهراب سپهری آگاهانه به جهان نگاه کرده، آگاهانه انتخاب کرده. مثلا حالا من اگر تخصصی تر نگاه کنم به غذایا، میبینیم که سهراب سپهری یک دوران میره به ژاپن، حکاکی یاد میگیره و تحت تأثیر فلسفه زن قرار میگیره در فلسفه زن ژاپن که سرمنشأش از بودا میاد و میبینه که چقدر با روحیه خودش و فلسفه زندگی خودش مطابقت میکنه. شدیداً تحت تأثیر فلسفه زن قرار میگیره و شما در کارهای طراحی با مرکب و گواشی که از سهراب میبینید
میبینیم که به شدت حال هوای نقاشی های چینی ژاپنی رو داره، آب مرکب های ژاپنی رو داره، فضاهای خالی که در آثار طراحی و حتی نقاشی سهراب ما میبینیم، این فضاهای خالی کاملا مطابقت داره با فلسفه زن. فلسفه زن از لحاظ هنرهای تجسمی معتقد به فضاهای خالی است، یعنی زن معتقد است که فضاهای خالی بیش از فضاهای پر معنا دارند و حرفی برای گفتن دارند. در حقیقت اون سکوت و خلع هست که پر از معنا و پیام هست و این فلسفه در حقیقت روی سهراب بسیار اثر میذاره و شما میبینید که درست بعد از رفتن به ژاپن و برگشتش آثاری رو که خلق میکنه سهراب به شدت تحت تاثیر این فضا. در قلمروهای نقاشی و شعر اگه نگاه بکنیم، رنگ در کار سپهری خیلی تأثیر فراوانی داره، به خصوص رنگ‌های آبی و رنگ‌های کویری که این دو نکته در به خصوص در نقاشیاش که به خصوص اون نقاشی درخت‌های بریده شده که کاملا در کنار هم از یک هارمونی و تناسب خاصی هم برخورداره، این فضا کاملا رعایت شده. یعنی برمیگرده به فضای بومی بودن ذهنیت شاعر که از این فضای بومی همیشه حرکت میکنه، میرسه به فضاهای فرابومی. یعنی شما در شعر سپهری اگه دقت بکنید زمان و مکان مشخصی رو پیدا نمی‌کنید. سفر مرا به در باغ چند سالگی ام برد و ایستادم تا دلم قرار بگیرد. صدای پرپری آمد و در که باز شد، من از هجوم حقیقت به خاک افتادم. تصاویر، انقدر تصویر پشت تصویر در شعر سپهری است که گاهی آدم وقتی نفس کشیدن نداره، یه استراحتی بکنه بره سر بخش بعدش، نمیذاره. همطور پشت سر هم با تصویرهای ترکیبای به اصطلاح اضافی و اقترانی و استعاری و ترکیبای تشبیهی هی آدم رو ضربه بهش میزنه. شما صدای پایان بلندترین شعر سپهری، یکی از بلندترین شعرهای امروز ماست. همینطورش تصویر پشت تصویر، نمیذاره نفس بکشه. همین حادثه رو میبینیم، یعنی شعر سپهری یک دور است ناگهان شکوفا میشه که این دوره به نظر من عنصر عمدهش طبیعت ستایی که، یعنی در واقع طبیعت گرایی و رنگی که از عرفان شرقی داره، یک گرمایی در شعر سپهری است
حاصل آمیختگی با طبیعت. به گمان من سپهری رو میشه اینجوری تعریف کرد که در واقع شاعر بی زمان و بی مکان باید گفت، و همین بی زمان بی مکان بودن باعث میشه که شعرش دارای ساختار خاصی باشه. نگفته نمونی که در واقع سابقه کار سپهری رو باید از این دیدگاه هم دید که در دهه 30 در واقع که سپهری به حوزه شعر نزدیک شد، با استفاده از آموزه های زنده یاد نیما تونسته اغلب در این تقریبا بسیار از شعرهاش رو در فضاهای شعر نیمایی بگه، و یکی از ویژگی های شعر سپهری هم رعایت اوزان شعر نیمایی بود. و نکته دیگه این که در همون اوائل و فضای کار اولیه شعر سپهری ما میبینیم که از توللی، از هوشنگ ایرانی و از خیلی های دیگه تأثیر میگیره. ذهن زبان شاعر در اون دوران در واقع دوران خیلی فضاهای محدودی رو در واقع دربر داره و از یک رومانتیسم خاصی هم پیروی میکنه. اما این قضیه هرچی به دهه 40 نزدیک میشه و به حجم سبز و آوار آفتاب اینا که میرسیم، میبینیم سهراب با ذهن و زبان خیلی قوی تری آموزه های خودش رو به حوزه شعر نزدیک. یعنی سپهری در حقیقت بیان کننده ی عرفان زمینی است به نظر من، و محدوده دیدش درست جهان هست، ولی فقط در محدوده جهان هست که حیات وجود داره. یعنی از 20 کیلومتر زیر زمین، که البته زیر زمین کمتر میره سپهری، تا عرض کنم 20 کیلومتر فراز زمین، و اگر بخوایم عینی نشون بدیم از در حقیقت سطح زمین تا نوک درخت ها، این رو داره نبینه. این است که وقتی که از خدام حرف میزنه، از اذان هم حرف میزنه، اینا همه مسائل طبیعی است. یعنی میگه من عشق به طبیعت دارم، من خون طبیعت در وجودم جاست. از همه این شاعرانی که اسم بردیم، خب سهراب سپهری یک برجستگی، من بدون اینکه بخوام در واقع جایگاه اونها رو کم بکنم یا از قدرشون در واقع بکاهم، باید اشاره کنم که سهراب سپهری به دلیل چیرگی گستردهی که بر تصویرهای شعری و بر زبان شعر فارسی، زبان شعر معاصر فارسی داره، در واقع یک رگه هست از شعر نیمایی فارسی که با آرامی در واقع جدا میشه. حالا داخل پرانتز عرض بکنم اینجا که بعضی اعتقاد دارن زبانی که سپهری در این شعرهاش به کار گرفت و در واقع این وزنی که در شعرش هست، ریتمی که در شعرش هست، تا حد زیادی با فروغ همگامه در این زمینه. بعضی میگن از فروغ گرفته. من خودم در واقع در این زمینه نتونستم به نتیجه قاطعی برسم، چون اولین شعرهای فروغ و سهراب سپهری در این زمینه بسیار تاریخشون به هم نزدیکه. بعضی میگن که مثلا حجم سبز در سال 46 چاپ شده، تولد دیگر در سال 42، در سال 43 توضیح شد تولد دیگر، و این در واقع نشون میده که سهراب سپهری باید از در واقع نوع و سبک بیانی فروغ فرخزاد متأثر شده باشه. نمیتونه دلیل خیلی کافی باشه، به خاطر اینکه اون وزن و ریتمی که در شعرهای تعلوی دیگر، در بعضی از شعرهای تعلوی دیگر هست که در آخرین کتابی که از فروغ فرخزاد چاپ شد، یعنی ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد، در این کتاب تا حد زیادی ادامه پیدا کرد و تو اون کتاب در واقع این زبان به ادامه پیدا کرد، و یک سال بعد از مرگ فروغ در سال 46 چاپ شد برای اولین بار این شعرها. در واقع میبینیم که خود شعرهای سپهری در این زمینه، ما نمیتونیم تاریخ حجم سبز رو که اولین بار در سال 1346 توسط انتشارات روزن چاپ شد اینو ملاک قرار بدیم، زیرا بسیاری از این شعرها قبلا در مجلات ادبی مثل همین آرش یا مجلات همین دفترهای زمانی یا مجلات ادبی دیگر، در سخن، حتی در مجله سخن چند تا از این شعرها چاپ شده در سالهای کی، در سال 40، در سال 41، و بنابراین در این زمینه به این آسونی نمیشه قضاوت کرد. این قضاوت باید یک قضاوت دقیق تاریخی باشه، و من با توجه به اینکه همه اینها رو تاریخ رو بررسی کردم، در این زمینه نتونستم به نتیجه برسم که سپهری در واقع از فروغ این وزن و این سبک بیانی رو گرفته باشه. من اصل حیات، اون ویتا، اون جوهر حیات رو دنبالش میگردم، اون یگانگی بشر با طبیعت رو که ازش جدا افتاده متاسفانه. یعنی فرق فروغ و سپهری از این نظر این است که فروغ شاعر شهر ستیزه، از شهر نمیره بیرون، با قوانین شهری هم میخواد مبارزه کنه، اعتراض داره،
سپهری میگه من چرا مبارزه کنم، از شهر میرم بیرون، لزوم و از شهر گریز اون، نه با شهر ستیز مثل فرون. همینجا سپهری اهل تسلیمه، میگه چرا در این دنیا ما خودم شخصیت و تشخص و تفرد خودمون و فردیت خودمون رو از دست بدیم؟ خب بشر به تدریج به این از خود بیگانه شده، نباید ما این کارو بکنیم. البته همین رو به سپهری یاد میگیرن که شعر جهان پرمشغله امروز نیست، یه نوع شعر گریز هست، چون چه مثلا شاملو با مفاهیم شعر سپهری مخالف بود، میگه اصلی که اینجور آدم میکشن چه معنا داره که آدم اونطوری تمام اینا رو نادیده بگیره و بره در دامان طبیعت و چه و چه. کفش هایم کن چه کسی بود صدا زد سهرا، صبح خواهد شد و به این کاسه آب آسمان هجرت خواهد کرد، باید امشب بروم، من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم حرفی از جنس زمان نشنیدم، هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد، هیچ کس ساقچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت، باید امشب بروم، باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، رو به آن وسعت بیواجه که همواره مرا میخواند. یک نفر باز صدا زد سهراب کفش هایم کن. در دانشکده هم که بودیم گاهی هشت و نشت داشتیم، از جمله یادم میاد که یک روز با تعدادی از دانشجوها و استادا به یک پیکنیکی رفتیم به پس قلعه و از صبح خیلی زود از سر پل ترجیش جمع شدیم و همه از اونجا راه افتادیم و سهراب هم اومده بود و یک لباس خیلی راحتی پوشیده بود و مخصوصا یک کفشایی که جلب توجه من رو کرد و ظاهرا اینها رو در ژاپن تهیه کرده بود در سفری که رفته بود به ژاپن. اون روز بچه ها در پیکنیک خیلی شیطنت کردن و سهراب هم با خوشرویی در این بازی ها و بازیگوشی ها شرکت داشت و این هم یکی از خاطراتی است که من از هشت و نشتم با سهراب دارم. یکی از جالبترین نکات رفتن توی اتاق سهراب بود که یکی از ساده ترین و بی تزئین ترین اتاقهایی بود که من دیده بودم. اتاقش معمولا یه اتاق مستطیلی بود، یک زیلوی خیلی تمیز کفش بود، یک تخت خواب کوچیک خیلی خیلی آنکادره مثل تخت خواب سربازخونه ها، یک کتابخونه که با خودش با آجر و چوب درست کرده بود خیلی کوچیک که یه تعداد کتاب هایی که خودش به قول خودش بعد دم دستش می بود و یک صندلی تک و یه میز چارگوش کوچک در گوشه اتاق. این تمام اسباب اون اتاق بود. خونه فریدون راهنما بود جمعه ها. بعد یه پروانه افتاده بود روی استخر، سهراب اینو گرفت و دستمال و کلینکس و بالش رو خوش کنه و نمیدونم و هرچی بهش گفتیم آقا جان این بالش تری نمیتونه بپره تو این آفتاب، این در عرض دو دقیقه بالی این آفتاب خوش میکنه. بعد هم از بالا هداد میزدن غذا یخ کرد. من رفتم گفتن سهراب کجاست، گفتم که پروانه رو داره تنفس مصنوعی میده غرق نشه. یکی گفت پروانه که ایران نیست، پروانه وینه. بعد فکر کردم شاید حق داره چون هم اسم خواهرشه مثلا یا
یه چیزی اینجوریه و این در حال خلقم تنگ بود. یعنی بلافاصله بعد غذا دم خواست که برم، مثل این که خلاص میخواستم بشم و بالاخره یکی رسید من آورد تهران. یاد من باشد هرچه پروانه که می افتد در آب، زود از آب درآرم. یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد. یاد من باشد فردا لب جوی حولم را هم با چوبه بشویم. یاد من باشد تنها هستم. در کجا هستی نهانه مرغ؟ زیر تور سبزه های تر یا درون شاخه های شوق؟ می پری از روی چشم سبز یک مرداب، یا که می شویی کنار چشمه ادراک بال و پر؟ هر کجا هستی بگو با من، روی جاده نقش پایی نیست از دشمن. آفتابی شو، رعد دیگر پا نمی کوبد به بام ابر، مار برق از لانش بیرون نمی آید و نمی غلطد دیگر زنجیر طوفان بر تن صحرا. روز خاموش است، آرام است، از چه دیگر می کنی پروا؟ سرطان خون. در ایثار صدها چه شکوهی است، ای سرطان شریف عزلت. سطح من ارزانی تو باد. من رفتم به دیدنش. این دو روز روزهایی بود که تهران در اولین روزهای انقلاب می تپید و همطور که کنار تختش استاده بودم یادم میاد که بیرون یک تجمعی بود و یه عده‌ای یه درگیری پیدا شد و از اون بالا که نگاه میکردیم من اون درگیری بیرون رو با این آرامش چون خیلی ساکت بود، حرف زیاد نمیزد، لبخند بر لبش بود و خیلی با خوشرویی، اصلا انگار نه انگار که توی تخت بیمارستانه، درست مثل همون زمان دوره دانشکده برخورد میکرد. احوال پرسی و چه میکنین، چه کارها میکنین. من نگاهم از پنجره به چهره رنگ پریده و بسیار لاغرش بود و این تضاد دو موقعیت خیلی منقلبم کرده بود و همطور که آقای مامی گفت زیادم نمیتونستم بمونم چون تمام بدنم داشت میلرزید و نمیدونستم اصلا چی باید بهش بگم. وقتی که خداحافظی کردم با همون لبخند بسیار شیرین دوستانه و دوست داشتنی همیشه کیش گفت به امید دیدار، که این دیدار دیگه هیچ وقت متاسفانه دست نداد و گویا یک هفته، کمتر از یک هفته بعدش هم فوت کرد.
میان ما سرگردانی بیابان هاست، بیچراغی شبها، بستر خاکی غربت ها، فراموشی آتش هاست. میان ما هزار و یک شب جستجوهاست. و من میرم که نباشم. گفتم این جواب من نشود. شما میتونید بندم در اتاق سهراب دو کلم باش صحبت کنید؟ خیلی با اکراه گفت نه نمیتونم. گفتم باید بیاین، برای اینکه هر چی میخواییم بگیم به سهراب، فقط بهش بگیم میره. با اکراه واقعا دکتر الان اومد، لای در رو واکر، سلام علیکت با سهراب گفت امیدوارم حالتون خوب باشه. و شما تا دو سه روز دیگه تا آخر هفته میرین، خیالتون جمع باشه. خدافظ، من کاردم و رفت در بس رفت. من هم گفتم سهراب جون شنیدی؟ تو میری چند روز دیگه. خیلی خوشحال شد، گفت به محض این که برسم نقاشیمو شروع میکنم دیگه. من خدافظی کردم چون خیلی هم دیر شده بود و اون موقع میدونی روزای خیلی بدی بود، شبا نمیشد بیرون مون. من مادرم با دوت بچه ها اینجا زندگی میکرد، تنها بود، استراب داشت. وقتی اومدم خونه بلافاصله مادرم تمام چراغای طبقه بالا رو که توش زندگی میکرد خاموش کرد و در قفل کرد که من نرم بالا. خیلی در زدم وقتی اومد در رو با کرد، گفت چی میخوای؟ تو اصلا فکر کردی زندگی ما فقط شده سهراب سپهری؟ گفتم مامان رفیقم داره میمیره، نمیتونم نرم، ولی دیگه نمیرم. گریه کنیم اومدم پایین، نشستم اینجا تو این دره. بعد یه مدت مدید تا بعد اومدم تو، گرفتم خوابیدم. صبح که پاشدم مادرم گفت سرکار نمیری؟ گفتم نه امروز تو خونم، همش تو خونم. ساعت یک و نیم دو بود، من داشتم اوتو کشی میکردم تو این اتاق. این اتاق اتاق خواب سهراب بود. البته خب دیگه بعدا یه مقدار اسبابش جابجا شده بود اینا. داشتم اوتو کشی میکردم، تلفن زنگ زد. پری خانم گفتن که سهراب امروز اعتصاب کرده، آب و آب میوه نمیخوره، گورش رفته بالا، ادرارش مثل ماسه شده و شما پاشین بیاین. مادرم هم پلمن نشستم، من پلمیز اوتو بودم. گفتم من متاسفم نمیتونم بیام، برای که مادرم دیشب خیلی ناراحت شد که دیر اومدم و نمیدونم باید چیکار کنم. یه دفعه مادرم گفت نه همین الان بگو داری میری. گفتم ناراحت نمیشی؟ گفت نه تو باید بری. خیلی با گفتم پرخان من الان میرسم. خیلی با گفتم پرخان من الان میرسم. پس از لحظه های دراز، پرتو گرمی در مرداب یخ زده ساعت افتاد و لنگری آمد و رفتش را در روحم ریخت و هنوز من در مرداب فراموشی نلغزیده بودم که به راه افتادم. پس از لحظه های دراز یک لحظه گذشت، برگی از درخت خاکستری پنجرم فرو افتاد، دستی سایش را از روی وجودم برچید و لنگری در مرداب ساعت یخ بست و هنوز من چشمانم را نگشوده بودم که در خوابی دیگر لغزیدم. رفتم دوست گلی کوچولوی ظریف برش جدا کردم و به دو رفتم مریض خونه، رفتم سر یخچال. بعد از سلام علیک دو تا لیوان برداشتم، یک شو پر آب میوه کردم، یک شو پر آب و گفتم سهراب جون آب میوه میخوری یا آب؟ گفت هر کدوم شما بدین. گفتم هر دوشو میارم، هر کدوم میخوری؟ یواش یواش هر دوشو میخوری. گفت باشی. بعد لیوان آب گرفت خورد و در این زمین جعفر بودم. خیلی هم خوشحال شد که یه لیوان آب خورد سهراب. گفتم حالا یکم دیگه که صحبت میکنیم سهراب آب میوهش هم میخوره.
بعد من جعفر هم جو داشتیم براش تعریف میکردیم، از چیزهای مختلف حرف میزدیم، که یک دفعه سهراب گفتش که توی دلم یه چیزی حرکت میکنه، نمیدونم چی. تا اومدیم بگیم که چیه، کلش رفت بالا. حالا این دست من زیر سر سهراب بود، با این دستم داشتم شونش رو میمانیدم. من فقط میدونم که خوش شدم، فریاد زدم جعفر سهراب مرد. گفت دوید توی راه رو، پرستاره اینا رو خبر کرد و اینا اومدن به دستگاه یا گذاشتن رو سینه‌ش. دست من زیر گردن سهرابه و این دست من دست، نمیدونم باید چی کار کنم. بعد بهم گفتن شما یواش خودتون بکشین و از اتاق بریم بیرون. اینا هم داشتن تون تون چیز میکردن که بتونن راه بندازن قلبو. بعد از یه مدت خود قبل از اینکه من به در اتاق برسم گفتن دیگه فایده نداره و اصلا غیر قابل قبول بود که خدای چجوری. من فقط اومدم بیرون به جعفر نگاه کردم، گفتم بریم، چون پروانه توی اتاق انتظار اونجا نشسته بود با دوستاش مشغول صحبت و معاشرت. من گفتم پروانه، سهراب تموم کرد. گفت خیلی خوب، شما که هستید من میرم خونه به مادرم خبر بدم که وقت ناراحت نشه. پروانم رفت، من موندم و سهراب و جعفر. پرستار رفتن، برانکار رو بردن، سهراب بردیم. بردیم تو سرخونه توی یکی شو و عزیزترین کسم رو داشتم توی یکی شو مثل پیرم. سهراب اینقدر شده بود شب منزل من مهمانی بود، اتفاقا دکتر علا هم قرار بود بیاد. دکتر علا خود دیر اومد و بعد گفت که من تو بیمارستان بودم و گرفتار شده بودم، میبخشید. و متاسفانه سهراب سپهری تمام کرد و اصلا دیگه مهمونی ما به هم خورد و همه خیلی خیلی متاسف شدیم از این قضیه. در یه جمله بی خودی اومد، جاش نبود، لطیفتر از اینا بود. خاکین توی خاک نبود، جاش نبود. اینجا بی خودی هم رفت، رفتنش دردناکتر از تولدش بود. کلن دنیای سهراب شما چه رنگی میبینید؟ آبی. به نظر من آبی بود همیشه و البته خب در بعضی جاها هم کبیری بود. آبی آسمانی. گاهی هم فکر میکنم صورتی. دنیای رنگی هست، هیچ مورد سیاه‌سفید نیست. سهراب میتونست سفید باشه به خاطر عمق غریبی که در سپیدی هست و حساسیت و ظرافت و علو طبعی که در رنگ سپید وجود داره و عمقی که درش وجود داره و سهراب همه اینا رو داشت. دنیای سهراب اولی که دیدمش به نظرم آبی بود، بعد بنفش شد و بعد لای بنفش ها سیاه. خودم یادم میاد که از همین تنه های درختی وقتی کاری رو بر من گذاشته بود کنار رو ببر، گفتم نمیدونم سهراب توی کارهای تو مرگ رو نکرده، یه جایی سیاه شده. دلم گرفته، دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز، نه این دقایق خوشبو که روی شاخه نارنج می شود خاموش،
نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست، نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. من امروز به جرأت میتونم بگم که بعد از حافظ و مولانا من خودم در جوانی های نوجوانیم با حافظ فعال میگرفتم، حالا هم فعال میگیرم، ولی سالهاست که با سهراب هم فعال میگیرم، برای اینکه زبان سهراب زبان امروز منه، شاید زبان حافظ زبان امروز من نباشه و امیدوارم که همه با سهراب فعال بگیرم. گفتم این نمورده، این تازه شروع زندگیش. به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم، پشت هیچستان جاییست، پشت هیچستان رکای هوا پر قاصدهاییست که خبر می آرند از گل وا شده دورترین بوته خاک. روی شمه ها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفیست که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم آتشی در بن برگی بدود، زنگ باران به صدا می آید. آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه ناامنی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من.